به حال راه بزرگترین سازه تمدن بشر هست و امنیت میکنه. یعنی وقتی افغانستان آمریکایی ها خالی کردن عرب افغانستان رو، شما خاطرتون هست یه عده در ایران میخواستن برن افغانستان رو آزاد کنن، یعنی گفتن که آقا برادران شیعه ما، حالا معمولا هم کسایی بودن که همیشه پرهیز از جنگ داشتن، همیشه میگفتن آقا به ما چه، ما اصلا چرا رفتیم تو سوریه، ولی میگفتن الان احمد شاه مسعود رو باید نجات بدیم، اونجا خون حمام خون میخواد راه بده. خب الان وقتشه که ما عیار اون تحلیل های مثلا یک سال پیش راجع به افغانستان رو بسنجیم. اون حمام خون ها چی شد؟ چند وقت پیش بی بی سی فارسی تیتر زده بود که سالگرد بزرگداشت مجسمه بودا در افغانستان به خاطر دستور طالبان مثلا برگزار نشد. بابا شما که میگفتین که قرار حمام خون را بیفته و به خاطر این قرار ایران وارد جنگ بشه، من فکر میکنم در اسرع وقت ما باید با افغانستان که یک همسایه مهم برای ما هست، یک پیام، یه هیئت بلندپایه بفرستیم بگیم آقا ما با تو تا 100 سال آینده میخوایم بجنگیم. در حال دو تا ابرقدرت در قرن گذشته با افغانستان جنگیدن و دیدیم که چه اتفاق برشون افتاد، هم شوروی و هم آمریکا. خب حالا چرا باید با تحریک یک عده ما بریم و با افغانستان وارد جنگ بشیم؟ و از اون بدتر چینی‌ها داشتن این صحنه رو نگاه می‌کردن، یعنی میگفتن آقا خوب شد ما سال 2014 مثلا برای هتل آقای شی جین پینگ، سال 1394 برای آقای شی جین پینگ مشکل تو هتل وجود اومد و ما بیخیال سرمایه گذاری در ایران شدیم، که اگر این کارو نکرده بودیم و رفته بودیم بین ایران و افغانستان راه ساخته بودیم که الان ایران و افغانستان دارن با هم میجنگن که امنیت میخواد راه. اما آقای انجده من چند تا نکته هم راجع به خود چین بگم. این نکته خیلی 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 نکته جالبی بود. فقط شما میدونین که در آبان 1400 چین و روسیه در حال به رسمیت شناختن طالبان بودند و مسئول وزارت خارجه ایران آقای رسول موسوی مانع این قضیه شد. در واقع ایران به شکلی مانع این شد که طالبان به رسمیت شناخته شه و اقتصادش به حالت طبیعی برگرده، چیزی که در آرزوی غرب می گنجید. خب و به واقع اینکه ما افغانستان رو ما رو بردن به اینکه زبان فارسی فلان که مهم همشون، اینا همش کارت های مهم ایرانه. خب و ذهن مردم ازش گروگانگیری کردن. حالا جالبه که فقط هم غرب گراها نبودن سر افغانستان، بخش مذهبی رو گفتن که اینا شیعه کش هستن. خب شیعه کش هستن و مراجع رو رفتن، یعنی در واقع گسل مذهبی رو پیدا کردن. در حالی که ما اگر نگاهمون به این بود که در سال 2050 یا سال 1430 نقش افغانستان در نظم جدید، در بلت اند رود، در وصل ایران و چین چه چیزی هستش و افغانستان اون موقع، من ما لنز نگاهمون برای همینه که انقلابی نیستید شما. شما اگر لنز نگاهتون این چیزها نباشه، جهان آینده نباشه، چون این جهان من گفتم به این راحتی به وجود نیامده. سلیمانی ها رفتن که این امنیته به وجود بیاد. این به علاوه ای که شما میگید، این به علاوه مهمیه، ولی این به علاوه رو ما براش هزینه دادیم. خب سلیمانی رفته که این به علاوه بتونه زیرساخت نظامیش رو به وجود آورده که حالا بتونه روش زیرساخت اقتصادی بیاد و شما نمیذارید. خب شما دفعه ذهنتون میره روی اینکه اینا شیعه کشی کردن یه موقعی یا نکردن، یا اینکه اینا به زبان فارسی فلان کردن، و میره ذهنتون جایی که برنهاری لوی میخواد. این نکته خیلی مهمیه. شما نگاهتون به افغانستان نگاه استراتژیک از منظر آینده جهان نیستش و این چیزی که ما رو اینجا گرفتار میکنه. آقای علیزاده من چند تا نکته هم اگه اجازه بدید راجع به خود چین عرض بکنم. ببینید آقای تیم کوک مدیر عامل اپل یه سخنرانی رو داره، سرچ بکنن دوستان تو اینترنت ببینن. میگه ما اگه در امریکا بخوایم برای یه پوزیشن شغلی که لبه فناوری تو حوزه‌های هوش مصنوعی و آی‌تی و های‌تک هست نیروی رو استخدام کنیم، میتونیم یه اتاق رو پر بکنیم. اما اگه در چین بخوایم این کار رو انجام بدیم، میتونیم یک آمفی‌تئاتر رو پر بکنیم. و ادامه میده کی؟ آقای تیم کوک ادامه میده، میگه که اون ایده که مزیت چین در کارگر ارزان بوده is an idea of the past، یه ایده مربوط به گذشته است. امروز مزیت چین چیزای دیگه است. من نقل قولهامو تعمدن اینجور انتخاب میکنم. آقای امیر کرمانی که استاد دانشگاه برکلی هستن، از اقتصاددانهای جوان کشور هستن که نظریه اقتصادیشون هم تو حوزه اقتصاد بازار و اقتصاد باز و اقتصاد لیبرال هست، یعنی فضای فکریشون این شکلی. یه گفتگوی یک ساعته رو با اکو ایران دارن، فکر کنم چند سال، یک سال و نیمه پیش. خواهش میکنم همه این رو ببینن. ایشون میگه آقا اشکال دولت آقای روحانی بود که تصورش از در سال 92 که اومد، تصورش از چین سال 1382 بود، یعنی آخرین دوره‌ای که اصلاح طلبا در ایران تو قدرت بودن با دنیا کار میکردن و غیره.
در حالی که تو این 8 سال چین سالی 8% 9% رشد اقتصادی داشته کرده. شما الان 1.900 رو به توان 8 برسونید تقریبا میشه 2 برابر. یعنی چین 2 برابر رشد کرده بود و اینجا ایشون میگه که تو حوزه های های تک که لبه فناوری و آینده دنیا تو این حوزه ها تعریف میشه، رشد اقتصادی چین خیلی خیلی بیشتر از 9% بوده. یعنی چین سال 92 با چین سال 1383 قابل مقایسه نیست و چین سال 1401 با چین 1392 هم قابل مقایسه نیست. یه اسلایدی رو شما دارید از اکونومیست که نشون میده کشورها حجم تجارتشون با چین از سال 2000 تا 2018 برای چه اتفاقی افتاده. تمام کشورها بدون استثنا حدود 15% 20% از حجم تجارتشون، بله، از حجم تجارتشون با امریکا کم شده و به حجم تجارتشون با چین اضافه شده. یعنی اون نمودار عمودی در واقع share of trade with United States هست و نمودار افقی share of trade with China و نقاط قرمز سال 2000 رو نشون میدن و نقاط آبی سال 2018، تازه نه امروز، 4 سال پیش. شما ژاپن رو ببینید، حجم تجارتش با امریکا در سال 2000 بوده 25%، با چین بوده 10%. در سال 2018 همین ژاپن حجم تجارتش با چین شده 22.3%، با امریکا شده 15%. یعنی جاش کاملا عوض شده. حالا این نمودار میخوند شیطنت آمیزه، یعنی از عمودیش 30 واحده، افقیش هم 30 واحده، ولی اینو مستطیلی کشید، یعنی اگه جمعش کنه و مربعی بکشه این شیوای خود تندتر هم میشه. و میانگین جهان هم میبینین اون وسط، میبینید نوشته world، کل جهان به صورت متوسط از 15% به امریکا رسیده مثلا به 10% و با چین از 5% رسیده به 13-14%. و اینها نشون میده که ما نمیتونیم چین رو تو این حوضا ایگنور کنیم، چون نه 40 سال پیش از این ژاپنیه که متحد جدی آمریکاست. بله، این متحد آلمان رو شما میبینید، فرانسه رو میبینید، کره جنوبی، استرالیا، فیلیپین، نیوزلند، حتی بریتانیا رو هم میبینید. ببینید امریکا امروز خودش به چین تقریبا 145 میلیارد دلار صادرات داره و یه چیز حدود 400 خورده میلیارد دلار داره از چین کالا وارد میکنه. ما به اینجا رسیدیم. پس دو تا نکته داریم. یک اینکه ما اصلا چین رو تو ایران نمیشناسیم. تصویرمون از چین تصویر یه کشوریه که توش هنوز دارن همه با دوچرخه های چینی ارزون قیمت را میرن، بدبخته. و به قول اون جمله محمود صادقی نماینده سابق مجلس تو گفتگو با جدال که ما از به جای اینکه از غرب خرید کنیم از چین خرید میکنیم، مثلا خوش اشکال داره، اونا به ما بنجل میفروشن، چین فقط بنجل داره. ما اصلا نفهمیدیم که چین آینده جهان. پس اول بس اینا رو توضیح بدیم، خب بعدا وارد موانع روانی و پروپاگانداییش میشیم. این یه فرودگاه معمولی تو چینه و خیلی جالبه که هر کسی که آمریکا رفته باشه میدونه که هر بار شما به آمریکا میری با خودت فکر میکنین که این آمریکاست، این آمریکا که همه زیرساختاش متلاشی شده، انگار از زمانی که ترومن و اینها اون پروژه های میلیاردی رو برای ساخت زیرساخت دادن تا حالا دیگه اتفاقی نیفتاده. آمریکا کشوری خسته است، آمریکا کشوری عمیقا در گذشته مانده و خسته و در حال استهلاک و فرسودگیه، برای اینکه هرچی پول داشته رو توی جنگ ها، توی نیروی نظامی، توی غیره خرج کرده و جاده ها آسفالتاش ترک داره، در حالی که چین کشوری سرپای پسر جوونه. میگه آمریکا بایدنه، آمریکا بایدنی که به سختی میتونه خودش نگه، نمادش بایدنه. خب و چین یک جوانی و یک طراوتی داره، رو به آینده است. نمیگم به ایران خوب میرسه، نمیگم به نفع ایرانه، ولی به نفع خودش هست. و جنس تصویر ما از چین با عوض شه. خب حالا جالبه که خودش آقای صالحی برای من یک نکته ای فرستاد که من اصلا برای خودم خیلی خیلی جالب بودش. خب و اون در مورد فیلم هر، دقیقاً در مورد فیلم هر. خب و من میخوام این رو با مخاطب شریک شم. فیلم هر رو حالا خیلی احتمالاً خیلی دیدن، در مورد عشق یک ببخشید در مورد عشق یک فرد به اون یک AI یا یک artificial intelligence و یک هوش مصنوعیه و این فیلم معروفیه، مال سال 2014. و در این فیلم صحنه‌ای فراوانی هست از لس آنجلس سال 2030. این فیلم 2014 فیلم برداری شده،
15 سال بعد لس آنجلس میخواد نشون بده و تصویری که بهش میگم فیوچریستیک یا تصویر آینده نگری میخواد نشون بده، از این که مثل فیلمایی که دیده بود تو بلید رانر دیدی، تو فیلمای علمی تخیلی هستش که آینده رو نشون میدن و متروپولیس رو نشون میدن و یک صحنه یک شهر خیلی خیلی مدرن رو نشون میدن. من میخوام این صحنه لس آنجلس رو به شما نشون بدم در این فیلم. خب اینجا وارد پشت بوم میشه و آینده لس آنجلس رو نشون میده، کشوری پیشرفته جدید و با آسمان خراش های خیره کننده. چیزی که مثلا قبلا که میخواستن نشون بدن 100 سال پیش امپایر استیت و منهتن رو در نیویورک نشون میدادن دیگه، به عنوان نمادی از آینده بشر و نمادی از یک جای فیوچریستیک، و این تصویری که از لس آنجلس سال 2030 نشون میده. این کجا فیلم برداری شده آیه صالحی؟ این در محله پودونگ شانگهای فیلم برداری شد. یعنی خود آمریکا و هالیوود وقتی میخواد آینده رو نشون بده، میره سراغ کجا؟ میره سراغ چین. خب میره سراغ چین و بعد مردم ایران به خاطر کمکاری صدا و سیما، به خاطر کمکاری تبلیغات، به خاطر کمکاری رسانه‌های دیگه، تصویرشون از چین یک کشور قراضه جهان سومیه که ما از روی استیصال به خاطر اینکه آمریکا بهمون چه میدونم جواب رد داده، بعد بریم از روی استیصال با این عقبوندها کار کنیم. و خود آمریکایی‌ها تصویرشون از آینده مدرن مترقی تو هالیوود پودونگ شانگهای. این خیلی نکته جالبی بودش به نظر من، نکته تکان دهنده ای بودش. در حال چینی ها 36000 کیلومتر خط راه آهن سری و سیر دارن، 36000 کیلومتر خط راه آهن سری و سیر دارن. 45% تمام انرژی رینیوبل دنیا داره توی چین، تجهیزات مربوط به انرژی رینیوبل دنیا داره توی چین، 45% کل دنیا تو حوزه انرژی های تجهیزپذیر داره تو چین انجام میشه. 1000 میلیارد دلار چین در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده که آمریکایی‌ها حالا خیلی خیلی دیگه همه پولاشون رو جمع کردن، حدود 200 میلیارد دلار پارسال یعنی همین چند ماه پیش تصویب کردن. چینیا 4 سال پیش 1000 میلیارد دلار، یعنی جایی رسید که دختر سی اف او هواوی رو مجبور شدن بازداشت بکنن و هواوی رو با تحریم از 5G از آمریکا و اروپا حذف بکنن، در حالی که رقابت در اقتصاد بازار شرط اولیه و اساسیه. برای چی با این بهانه‌ها که هواوی مثلا تو چرا؟ چون IT، هوش مصنوعی و حوزه های این تیپی کنترل داده حکم نفت 40 سال پیش شده. اون اهمیتی که فولاد و سیمان و نفت در 40 سال پیش داشتن، امروز 5G اون اهمیت رو داره. هوش مصنوعی، اون حرفی که آقای تیم کوک میزنه، مدیر عامل اپل، اینها توی چین با فاصله از امریکا، حالا نه با فاصله ولی از امریکا جلوتر، نمیگم با فاصله ولی از امریکایی ها حتما جلوتر. خب حالا چین یک تغییراتی درش به وجود اومده، جهان هم این رو فهمیده و ما در ایران همچنان در حال انکارش هستیم و این انکار هم بخشیش طبیعیه، بخشیش مصنوعی داره به شکلی تزریق میشه و چگونه تزریق میشه؟ به واسطه پروپاگاندا تزریق میشه.